با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم و امروز هم پنجشنبه است، 23 ماه جون 2016. روزهای پنجشنبه این ساعت در خدمت شما هستم و روزهای جمعه هم در حقیقت ساعت 10 صبح یه برنامه داریم تحت عنوان 45 دقیقه با سعید بهبانی در کانال یک، که به حال یه فرصتی است برای ما که از اون طریق بتوانیم با عزیزانمون در داخل کشور، میهن عزیزمون، ارتباطی به حال هرچند کوتاه ولی ارتباطی باشه و از این طریق بتونیم با عزیزانمون حرف بزنیم و بعد هم بتونیم نظراتشون رو بشنویم، اما از طریق ایمیل و آدرس فیسبوک و این مسائلی که همیشه راجبش حرف میزنیم و معرفی میکنیم. و به هر یه قراری هم بودش که آقای نوری‌زاده هم پیشنهاد کرده بود که برنامه هم برای تلویزیون ایشون درست کنیم، که در شرف این یه اشکالات فنی وجود داره، بذاریم اون اشکالات هم برطرف بشه، ایشون هم بتونه برنامه های ما رو پخش کنه. ما از اینکه کسی برنامه اون رو پخش کنه هیچ مشکلی نداریم، بلکه خوشحالم میشه. و همونطور که بارها و بارها در این اخیر اشاره کردم، ماجرا از این قرار استش که ما همیشه میشیدیم که آقا خوبه که تلویزیون ها یکی بشن، یکی بشویم. این یکی شدن ها حرفای رویاییه، اصلا یکی شدن معنا نداره، آدم ها تک یک کسرت در وحدت و وحدت در کسرت، در حقیقت یه بحث فلسفی مربوط به چه میدونم آبای ما و اون فلسفه اشراق و مشاع دیگه، و از اونجا و بعد از اشراق و مشاع شروع میشه، بعد میرسیم به بحثایی که دوست نازنین ما، دانشمند مجلس ما، آقای ضیاء صدرالاشراف داره در قالب نقد دین اونا رو مطرح میکنه، که امروز هم محرومیم از حضور آقای دکتر ضیاء صدرالاشراف سبب این که در سفره و به من گفتش که متاسفانه روز پنجشنبه بلیت ما یه جوری بود که بعد روز پنجشنبه بلیت رو میخریدم. راستش اینه که به سبب این که اون ارزون ترین بلیت بود که میشد تهیه کنی روز پنجشنبه بود، و ما همه وضعمون از این قراره که باید دنبال ارزون ترین ها حرکت کنیم. و به حال آقای صدرالاشراف این بحث رو داره اینجا مطرح میکنه، از ابن رشد و غیره و همه رو تعریف میکنه. بعد میرسی به فلسفه وحدت وجود و این نوع تفکر، که بالاخره تعریف میکنه که وحدت در کسرت، کسرت در وحدت. ما راجب اون نمیخوایم حرف بزنیم، اما راجب این داریم میگیم که نمیشه آدم ها مختلفن، پنج انگشت دست مثل همدیگه نیست، و توی خانواده پدر، مادر، خواهر، برادر همه متفاوتن با همدیگه، سر یه سفره میشینن با هم زندگی میکنن ولی تفکراتشون با همدیگه فرق میکنه، نگاهشون با همدیگه فرق میکنه، بنابراین یکی نمیشه. ولی این کاری که صورت گرفته و به حال پیشنهادش از ما بود و اقدام عملی که بالاتر از حرف است، از آقای دکتر کوروش عرفانی بود که پذیرفت روزهای پنجشنبه بیاد اینجا و برای ما از تلویزیون خودش دست بکشه، ساعتی رو در اختیار ما بذاره که از این طریق ما آشنا بشیم. بعد آقای همایون همین پیشنهاد رو کرد، به من گفت آقا شما بیا تو تلویزیون ما هم یک ساعت، شما بیا تو برنامه. و اخیرا خوشحالم که دیدیم از این هفته هم دعوت کرده از آقای خراسانی، تناز شهر مونتریال. من همیشه سر مونتریال که میرسید مکسی میکنم، برای اینکه گاهن این کانادا رو به عنوان تورنتو میشناسن. ما هم
در نتیجه وقتی به کانادا میرسی زر مکس میکنیم که آقا باید درست بگیم مونتریال، یه وقت نگیم تورنتو. این هستش که از این تناز که میدونی که آقای خراسانی در ابتدا کارش رو در روزنامه شروع کرد و طنز در روزنامه پیوند شهرشون، آقای رحیمیان یه روزنامه ای داره در اونجا به نام پیوند که آقای خراسانی هم اونجا مطلبش رو می نوش و بعد ازش خواهش کردیم و پذیرفت بالاخره که در برنامه ما هم شرکت بکنه و این مهم صورت گرفته. اکنون آقای همایون دعوت کرده از آقای خراسانی که ایشون تو تلویزیون آقای همایون هم ضمناً روزای دوشنبه برنامه داشته باشه. خب اینا اون جهتی است که جامعه سوال میکرد، پرسش میکرد، در حقیقت داره به سمتش حرکت میکنه، داره یواش یواش جلو میره. توی مردابی که قرار گرفتیم، تو شرایطی رو که ما امروز قرار گرفتیم، ما به من بعضی میگویند که آقا شما گاهن تند حرف میزنی. من گفتم کجا؟ اونجایی که مثلا میگی نظام اهریمن. گفتم خب چه اسمی باید، مثلا اگه بگم که نظام خون و جنایت مثلا خوبتره، اگه بگیم اون یکی بهتره، نه این یه نظام اهریمنه و ما هرچی راجع به اهریمن تو کتاب و قصه و نمیدونم ورد و جادو و اینا خوندیم راجع به اهریمن یا شنیدیم، تجسد زمینیش، این که میشه بری دست بزنی لمسش بکنی، اینا همین آخوند و کشیش و ربای و موبد و هر اسمی که داره، همینایی که خدا میفروشن برات. و حالا اینا با هم دیگه جمع شدن و یک حکومتی رو ساختن به نام حکومت جمهوری اسلامی. و وقتی حکومت میگی دیگه کلمه جمهور از توش حذف میشه، نمیتونی بگی حکومت جمهوری اسلامی. جمهور منوط به مردمه، حکومت منوط به حاکمه، حکمه حاکمه، اون از فرمان میدهد، مثل همون سلطه و سلطنت و مثل همون لغت هاست که از سلطه میآید سلطنت، چی بار مثبتی نداره کلمه، در جامعه اشتباه به کار میره و بار منفی داره، بار مثبت نداره سلطنت. و حکومت جمهوری هم معنا نداره، برای اینکه جمهور از رأی مردمه، برای مردمه، با مردمه، ولی این یکی از حکم حاکم میآید، یه نفر است مستبد، تصمیم گیرنده کسی دیگری است، ربطی به مردم نداره. پس بنابراین نمیتونی بگی حکومت جمهوری، حکومت جمهوری جهل و جنایه، اینا بی خودیه. یک کلمه آسونتر شما پیدا کردم، شو گشتم اهریمن و اهریمن است به هزار و یک دلیل. من متاسفانه باید این کولر رو اینجا ببندم، یه لحظه به من اجازه بدهید تا من یه فکر دیگری بکنم، یه لحظه من. با پوزش از شما، عرضم به حضور شما که اینجا خودش به اندازه کافی دستگاه های ما فرسوده و قدیمی هستن، صداهای عجق و عجق میده، حالا دیگه کولر هم که روشن باشه دیگه بیشتر آزار دهنده است.
به تقدیر این از نظر من این یه حکومت اهریمنه، هر چی تعریفم میکنیم به اون جهت برمیگرده. قبل از اینکه وارد حرف امروز بشن، دلم میخواد که اینو به دوستانتون هم مرتبا بگید که اگر احیانا تصویر ما رو در صفحه مانیتورت ندیدی یا مثلا ریپ میزد تکرار میشد، اول شرط اونه که به سمت رادیو بری، بعد اون صفحه رو سعی کنید که ببندید، دوباره روشنش کنید، ببینید که درست میشه یا درست نمیشه. اگه درست نشود مطمئن باش که ایو از اینجاست، راه گریزش اینه که به سمت رادیو بری و اونجا صدا رو داشته باشی، بعد به ما یه جوری اطلاع بدی از طریق ایمیلی چیزی به من خبر بدی که آقا این تصویره گیر کرده، تا من بتونم اینجا از این پشت اینا رو درست کنم. برای اینکه اینجا 3-4 تا صفحه رو هم دیگه است و من نمیتونم همه اینا رو در لحظه با هم ببینم، گاهن چک میکنم ولی بعض وقتم یادم میره، خب گرفتاری و مسائل هست. بنابراین یادتون باشه که صدا رو میتونی بشنوی. ضمن اون اینکه این تلفن 712 هم خیلی یاری رسان است، به ما خیلی کمک میکنه. اما میخوام وارد بحث آیت الله بی بی سی بشم، منتها فکر کردم که از شما دعوت کنم که این بخش مقالات ما رو دنبال کنید و جدی بگیرید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. اگر میبینی مطلبی خوبه اون لینکشو بالا کپی کن تو ایمیل قرارش بده، پیستش بکن و برای دوستانت بفرست. یکی از این داستانها مربوط است به موضوع آقای محمد قائد که یه نویسنده روزنامه‌نگار کهنه‌کار است. او می نویسد که افشا کن اما یواش و با احتیاط. و عده ای از من همیشه می خواستن که آقا شما مدت هاست که این بخش خوندن رو کنار گذاشتی و بیا بخوان دوباره، چون که می دونی که ما نمی خونیم، بنابراین وقتی تو می خونی خیلی کمک میکنه. من فکر کردم اگه فرجه‌ای باشد امروز به این داستانه بپردازم، چون خیلی حرف دارم براتون بزنم. گفتم آقای صدرالاشراف هم نیستم، بنابراین من میتونم با فراغ بال یک دقایق بیشتر رو در خدمتت باشم. آیت الله بی بی سی محمد قائد می نویسد که افشا کن اما یواش و با احتیاط. میگه سند تاریخی در بسیاری موارد حالت ذره‌بین شرلک هولمز را ندارد که ما را بی‌طرفانه. شرلک هولمز می‌دونی که اون یارو داستان اون کارتون و سینما بود که یک کارگاه بود که یه ذره‌بین هم دستش بود و میرفت و اینا رو پیدا میکرد و بر تقدیر پیتر سلز هم یه موقعی بازی میکرد که ما را بی‌طرفانه به واقعیت ماجرا رهنمون شود، زیرا کمتر باور داریم ناظر بی هیچ پیش داوری و منافعی به ماجرا می نگرد. سند تاریخی در بسیاری موارد حالت ذره‌بین شرلوک هولمز ندارد که ما را بی‌طرفانه به واقعیت ماجرا رهنمون شود. الو زیرا کمتر باور داریم ناظر بی هیچ پیش داوری و منافعی به ماجرا می نگرد. تاریخ به نوعی شرح روزگار معاصر است، تقریبا روی هر موضوع هرچند مشمول مرور زمان دست بگذاریم به منافع آدم های حی و حاضر مربوط می شود که کنایه به حساب می آورند و به خود می گیرند. گزارشی اطلاعاتی که از بایگانی دولتی خارجی بیرون می آید شامل چند جمله از آیت الله خمینی است و جماعتی به فکر می افتند که چرا نقل کرده اند، چه منظوری داشتند، چه نتیجه‌ای گرفتند یا می خواستند بگیرند. پیام منتسب به ایشان برای جان کندی رئیس جمهور آمریکا از سال 1139 تا 42 نه نخستین و آخرین پیامی بود که از سوی ناراضیان ایران به واشنگتن رفت و نه در آنچه از پیام بیرون آمده
نکته عجیب و ناهمخوان با روح زمان دیده می شود. که اگه یاد باشه ما اینو مطرح کردیم و گفتیم که در اون دوران و همین حالا هم همین داستان وجود دارن. مگه همین الان نمیرن لابی نمیکنن؟ مگه نمیرن تو سنا؟ نمیرن با اینا حرف نمیزنن؟ هی نمیگن اینا رو ورد ما رو بذار سر جاش؟ یه امر تازه و همچی پیچیده نبود. اون دوره همه این کارو میکردن، شاه هم خوش هم این کارو میکرد، باهری وزیر تشریفات و رئیس تشریفات و اینا، اونم میدونه وزیر دربار، اونم بلد بود، اونم میدونه، امینی هم بلد بود، یارو خمینی هم بلد بود، آیت الله اون دیگری هم همین رو میدونست و آیت الله بروجردی. چیز عادی بود، یه چیزی نبودش که حالا یهته. ولی این که الان این داستان رو مطرح کرد چه قصدی دارد، اون یه سوال همیشگیه. وگرنه این که هیچ، چرا نخ کردن، چه منظوری، چه نتیجه من میخواستن بگیرن، پیام متصایب بیشان برای جان کندی نه نخستین و آخرین پیامی بود که از سوی ناراضیان ایران به واشنگتن رفت، نه در آنچه از پیام بیرون آمده نکته عجیب و ناهمخوان با روح زمان دیده میشد. برادران کندی و سران حزب دموکرات آمریکا از شاه ناخشنود بودند. دولت آن کشور طی یک دهه ارقامی قابل توجه به ایران کمک ما، همینجا نگه دار. خوشم اول میگه که این داستان به آدم های حی حاضر مربوط میشد. ای کاش که اینو برید بخونید، ده بار بخونید، مثل مشق شب ده بار روش بنویسید تا بگیدی که چی میگه. میگه زیرا کمتر باور داریم ناظر بی هیچ پیش‌داوری و منافعی به ماجرایی بنگرد یا به ماجرا مینگرد. اینجا میگه برادران کندی و سران حزب دموکرات آمریکا از شاه ناخشنود بودند. این حزب دموکرات رو اینجا میاره، قصد داره که بعد تو فراز بعدی راجع به این حرف خواهیم زد. زو اینجا یادداشت کنم که یادم نره به برات بگم این داستان همین حزب دموکرات را. برادران کندی و سران حزب دموکرات آمریکا از شاه ناخشنود بودند. دولت آن کشور طی یک دهه ارقامی قابل توجه به ایران کمک مالی داده بود و وقتی میپرسید پولها چه شد، شاه میگفت غرب برای ایستادگی در برابر شوروی به او و ارتشش نیاز دارد. از جان کندی نقل است که گفت این پلی بوی یا در ایران اصلاحات میکنه یا پی کارش میره. که این داستان اینجا که آمریکا فلان میکنه، این همچنان در تفکر شاه تا روز آخرم باقی بود و فکر میکرد که اینا آقای کارتر رو که دعوت کرد به تهران و اونم گیلاس شراب داشت و زدن به نام هم دیگه و که امنیت و جزیره ثبات در منطقه پر آشوب و فلان، اینا جام شراب زدن، گفت شاه خیلی مرد فهمیده اید. این گوه اگه تو میگی که من اینجا آزادی بدم فلان بدم حقوق بشر کنم، بیا من این نخست وزیر 13 ساله رو برمیدارم و به جاش کارگزار تو رو میذارم، آموزگار رو میذارم سر جای این که تو راضی باشی. ولی این نگاه بکن ببین که چجور کمونیستا میان مملکت رو میگیرن. و این فکر میکرد که اونا برمیگن، در حالی که معادلات تغییر کرده و این هنوز به این تیکه جدید برخورد نکرده بود، تجربه این کار نداره. فهم میکرد هنوز سالهای 30ه، هنوز عصر آیزنهاوره و به حال اینا برمیگردن و به شاه و ارتشش برای جلوگیری از کمونیستا نیاز دارن، در حالی که بعدا متوجه شدیم که نه، اینا رفتن با آخوندا، همینا رو آخوندا بودن گفتن ای تو اینا نمیگی، ما برات انجام میدیم، کاری نداری که.
بنابراین جان کندی نقل است که گفته این پلی بوی یا در ایران اصلاحات میکند یا پی کارش میرد. این نکات و دانسته ها به ایران میرسد عمدتا از منابع دیپلماتیک و نشریات اروپا، و این نکات و دانسته ها به ایران میرسید عمدتا از منابع دیپلماتیک و نشریات اروپا. مثلا در محافل سیاسی ایران میدانستند لیندون جانسون جانشین کندی شاه را که برای دیدنش به واشنگتن رفته بود دست به سر کرد و گفت تا صورت حساب 10 سال نیاورد پول بی پول، و شاه در پاریس حتی نتوانست برای دیدن جنرال دوگل وقت بگیرد. در بازگشت به ایران گفت در دنیا خریدار و خواهان بسیار است و وارد بدوستان با شوروی برای گرفتن ذوب آهن و خودروهای نظامی در برابر صادرات گاز شد. در نگاه به مراسلات منتسب به آیت الله روح الله خمینی چند نکته مهم نادیده میماند. اول، دولت آمریکا از قرن 20 فصل الخطا و داور نهایی تحولات ایران بوده و هست و به احتمال زیاد خواهد بود. نگاه کنید به 10 سال آشوب و اغما. آقای بیژن افتخاری که از همراهان و همفکران آقای دکتر کوروش عرفانی بود، بنا به یه دلایلی از هم جدا شدن و ایشون یه برنامه خود تلویزیونی خوش درست کرده، یعنی یه برنامه ویدیویی در حقیقت که تو یوتیوب میذاره و اون رو پخش میکنه تحت عنوان فانوس. و در این آخرین برنامهش که هفته پیش بود به عنوان فانوس شماره 8 یا فانوس 8 به این نکته اشاره میکنه و به مردم توضیح میده که آقا در سال فلان 32 آمریکایی ها در ایران کودتا کردن و در سال 57 هم دوباره کودتا کردن و مردم مراقب با که دوباره میخوان کودتا کنن برات و این آمریکایی ها دوباره کودتا میکنن. با توجه به اون برنامه‌ای که آقای افتخاری تعریف کرد، اگر به این داستان نگاه بکنیم اون وقت تصویر دیگه ای رو ازش نتیجه میگیریم. میگه در نگاه به مراسلات منتسب به آیت الله روح الله خمینی چند نکته مهم نادیده میماند. اول، دولت آمریکا از قرن 20 فصل الخطاب و داور نهایی تحولات ایران بوده و هست و به احتمال زیاد خواهد بود. نگاه کنی به 10 سال در آشوب ما، همون دوره هم در دوره مصدق هم مصدق رو آمریکایی‌ها حساب باز کرده بود و به ترومن دل باخته بود، ولی شرایط در آمریکا تغییر که اینو ندید. آیزنهاور اومد سر کار، مکارتیز برنده شد و مصدق در اونجا شکست خورد. نه رضا شاه حتی اگر میخواست قادر بود فرمان دهد املاک فئودال ها میان رعایا تقسیم شود، نه محمد مصدق و نه محمد رضا شاه، تنها و تنها فرمان رئیس جمهور آمریکا میتوانه زمینداران بزرگ را متقاعد کند دادن تفنگ و فشنگ به عمله و اکره تا به کوه بزنن دیگر فایده ای ندارد، چنان که در ماجرای شیراز و ناصرخان قشقایی و اینها میبینیم که البته روایت ها اونجا مختلفه، این تیمسار آذربرزین روایت دیگری از اون داستان داره و میگه که اشتباه از طرف ژاندارمری بود و ژاندارمری بی خودی رفت سراغ یه خانی و خان رو تحقیق کرد، مردم ها نپذیرفتن و اون دعوا و قائله چاق شد. اما اینجا درست میگه که میگه نه رضا شاه حتی اگر میخواست قادر بود فرمان دهد املاک فئودال ها میان رعایا تقسیم شود، نه محمد مصدق و نه محمد رضا شاه، تنها و تنها فرمان رئیس جمهور آمریکا میتوانه زمینداران بزرگ را متقاعد کند که دادن تفنگ و فشنگ به عمله و اکره تا به کوه بزنند دیگر فایده ای ندارد. برخی بدگمانی های فوکای فولکلوریک در این باره که قرار از اصلاحات ارضی وارد کردن ایران، وابسته کردن ایران به لوبیای چشم بلبلی عموسامه است، در اصل موضوع بی تاثیر بود.
رئیس جمهور آمریکا ناخدای واقعی کشتی سیاست ایران است و دارای صلاحیت و شعور رهبری این کشور. در استندهای گردان دکه‌های روزنامه فروشی که سازمان کتاب‌های جیبی وارد بازار نشر ایران کرد، ترجمه سیمای شجاعان 1958 و استراتژی صلح 1961 نوشته جان اف کندی هم کنار آثار همینگوی و اشتاینبک و جان استوارت میل دیده میشد. از نقاشی رنگی چهره نویسنده جوان روی جلدانها امید و خوشبینی میتراوید. کتابای کندی بود، دو تا کتابی بود که پیشتر الله‌یار صالح و شاپور بختیار و چند شخصیت دیگر جبهه ملی با آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا پیام داده بودند که با دکترین کمونیست تیزیو موافقند. اعلام موضعی برای زدودن شایبه همدستی پنهانی، اگر نه همفکری، با چپ که از زمان مصدق بر تصویر جبهه ملی سنگینی میکرد. این حرفایی که بختیار و شاپور بختیار و الله‌یار صالح زدن، معتقده که اینا به خاطر این بود که میگفت اون با چپا، با جبهه ملی توده یا جبهه ملی ها، میخواست بگه هم چیزی وجود نداره، ما با دکترین کمونیستی زیتو موافقه. آمریکا در تعیین نخست وزیران سهمی 51% داشت. مظفر بقایی سالها برای دستیابی به آن مقام دست و پا زد، اما آمریکا جدیش نگرفت. در مقابل داریوش و همایون به زعم نگاه تحقیرآمیز شاه ظاهرا اطمینان داشت وقتش که برسد رئیس دولت خواهد شد. میدونی که این ماجرای سال 42 و این قالچاق کردن خمینی، خب خمینی آخوندا ملاک بودن از دوره پس از نادرشاه، که نادرشاه به قلقم اینها پد، در دوره صفویه اینا قدرت گرفتند و حکومت وارد و حکومت شدند و وزارت ملاباشی داشتن و وزارت خونه برشون تو دستگاه دولت درست کردن. بهش میگه انسداد باب اجتهاد، گفتن آقا دیگه مجتهدان نمیتونن این کار بکنن و فقط ملاباشی میتواند حکم بدهد. و در حقیقت سؤالی که دارید، میرید از مجتهدتون، فقط مقام ملاباشیه، دیگه مجتهد دیگه‌ای معلوم نیست. و میدونی که در دوره صفویه اینا بسیار تلاش کردن، رفتن از جبل عامل همین لبنان، از اونجا آدم آوردن، از بحرین که همین داستان امروز و هنوزم توش داری نگاه میکنی، از اونجا آدم آوردن که در حقیقت تئوریزه کنن داستان رو. و غزالی و غیره محصول این دوران هستن که تئوریزه کنن شیعه رو در ایران. و و وقتی که نادرشاه آمد و بساط رو به هم پاشید و اینا رو همه رو قلقم کرد و اینها، چون سنی مذهب بود، همه رو قلقم کرد، اینا هر کنون فرار کردن، به دهی رفتن، به شهری رفتن. بنابراین از اون تاریخ به بعد شما اینا رو به القاب شیرازی، اصفهانی، بهبهانی، تبریزی، خراسانی از اینا میشنوی، فامیلاشو اینطوری میشه، خویی من فلان، اینطوری فامیل پیدا میکنن و اینا ملاک بودن. بنابراین اون دوره که اصلاحات ارضی رو در ایران شکل دادن، این که اومد راجب کپیتالاسیون حرف زد، این که شعورش نمیرسید که راجب کپیتالاسیون حرف بزن، بلکه این مظفر بقایی بود که مرد سیاست مداری بود، مرد باسوادی بود، این اومد در گوشش که آقا برو راجب کپیتالاسیون بگو، و اینم رفت گفت. و بعد از انقلاب هم دیدی که حزب زحمتکشان بزور داشت، ولی خمینی از اونجایی که اعتماد نداشت و همه رو قلقم کرد، هیچ وقت هم راه به اون نداد. ولی شاگردش حسن آیت تا قبل از اینکه کشته بشه، همواره افکار اون مرده رو برای حزب جمهوری اسلامی تئوریزه میکرد. حرفای کیو؟ مظفر بقایی. میگه آمریکا در تعیین نخست وزیران سهم 50% داشت. مظفر بقایی سالها برای دستیابی به آن مقام دست و پا زد، اما آمریکا جدیش نگرفت. در مقابل داریوش و همایون به زعم نگاه تحقیرآمیز شاه
ظاهرا اطمینان داشت وقتش که برسد رئیس دولت خواهد شد. الا چه اینه که این نگاه تحقیرآمیز در یکی از این کنفرانس های رامسر بود که گفتش که بلند شد گفت آقا خب اینا شما نمیذاری که این مشکل وجود داره؟ شاه هم گفتش که نه، من طبق قانون اساسی شاه مبراست از مسئولیت، شاه که مسئولیت نره بر اساس قانون اساسی، شما که کار میکنی مسئوله. اینم خندید بهش که آقا این مزخرف داری میگی. خب گرچه که به حال او یه شخصیتی بودش که حمایت میشد در این 51% یا سهم داشت، شاه اون رو به مقام دبیر کلی حزب رستاخیز هم رسوند و وزارت اطلاعات رو در اختیارش گذاشت، یعنی نشر همین ارشاد امروزی، که البته این ارشاد باز وزارت اطلاعات نیست چون اون یه داستان دیگه بود، اون وزارت فرهنگ و هنر بود که حالا شده ارشاد، ولی اطلاعات، اطلاعات و جهانگردی بخش روزنامه ها و اینا رو زیر پوشش داره. پیام خمینی به جان کندی نه یگانه بود نه بیرون از زمینه فکری جامعه ایران. اکبر رفسنجانی در خاطراتش می نویسد خمینی به او پول داد تا رادیو بخرد و گوش کند در خارجه، که البته منطقا و لابو در بی بی سی و صدای آلمان و رادیو موسکو و صدای ملی که از باکو به فارسی برنامه پخش میکرد درباره تحولات سیاسی ایران چه میگویند. خمینی به رفسنجانی پول داد بری رادیو بخره گوش بده ببینه که این خارجی ها چی میگن. 15 سال بعد موقعیتی مشابه پدید آمد. شعار انتخاباتی جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری این بود که متحدان ایالات متحده باید اشخاصی پایبند حقوق بشر و دارای مقبولیت در میان مردم خیش باشند و پذیرفتنی نیست اقلیتی کوچک جماعتی بزرگ را غارت و سرکوبی کند و سپس برای فرو نشاندن آنچه طغیان کمونیستی خوانده می شود آمریکا سرباز بفرستد. آن حرفا شاه ایران را هم هراسان کرد و هراسش از نظرها دور نماند. مخاطب نامه‌های سرگشاده مشهور به زیراکسی درباره آزادی‌های مدنی همان انداز شخص شاه بود که دولت آمریکا، مستر پرزیدنت لطفاً این شخص را مهار کنید و به او بفهمانید باید به خواست مردم و صندوق رأی احترام بگذارد. نیم قرن پس از روزگار کندی امروز هم تنها رئیس جمهور آمریکا قادر است برنامه اتمی جمهوری اسلامی را متوقف کند. نشریات ارزشی ایران وقتی ادعا می کند رقیبان داخلی به آمریکا پیام دادن حکومت اسلامی را تحریم کنید و در منگنه بگذارید، در واقع فکر رایج قدیمی را بر زبان می آورند برای مقابله با تعدیات حکومت خودی، اول توکل به خدا بعد استمداد از دولت آمریکا. همان روز هم زمان فتلیشا و هم امروز معامله با قدرت خارجی و حتی شکست خوردن از آن مقبول تر از سازش با رقیبان داخلی بود و هست، ممکن است خوش عاقبت تر هم باشد. فدایان اسلام اگر چوب لای چرخ دولت مصدق نگذاشته بودند معلوم نبود رو به قرن بعد به قدرت برسند و همه کار شوند. آیت الله بروجردی موافق چغلی کردن علیه شاه نبود، اما اتحاد مؤمنان مسلمان و مسیحی علیه مارکسیست های بی خدا را تجویز میکرد. با این حساب 50% نامه آیت الله خمینی میتوانست مورد تایید او هم باشد. پس از همه این حرف ها نامه به جان اف کندی را هم مانند تومار فلسفی به میر خلیل قرباچوف و مانند تمام مراسلات مردان خدا طی تاریخ میتوان صرفاً ابلاغ حقیقت و ارشاد الهی فرض کرد. وقتی کار برای خدا باشد عذر و دلیل و توجیه دیگری لازم نیست. من نمیدونم که چرا میخائیل گورباچوف رو
این آقا میگوید میرخلی قورباچف. خب بماند. دویدن پیشاپیش وقایع سرگیجه‌آور. دومین نکته مهمی که نادیده میماند شتاب وقایع است. مهر 57 انتظار میرفت شاه به مقدمات انتخابات آزاد تن دهد. ماه بعد شکست را پذیرفت و حرف از رفتن زد. حیرت مهدی بازرگان که همواره آرزو داشت برای نمایندگی مجلس شورای ملی مبارزه کند، در برابر گرفتن حکم نخست وزیری از دست اهل منبر همان اندازه بود که ناباوری روزنامه‌نگاران وقتی در آذر 57 دیدند بازی شروع نشده تمام شد و غافلگیری سازمان‌های زیرزمینی پیشتاز وقتی دیدند گروه‌های مسلح جدیدی وسط معرکه می‌پرند و تمرین ترور و دهشت افکنی می‌کنند، یعنی آخوندها مثل قفاری و غیره. یاد هست 30 خرداد در میدان فردوسی سوسولا کوشن که اومده بود علیه همین جبهه ملی و شخصیت هایی که در مورد قانون قصاص اعتراض به اجرای لایحه قصاص میخواستن اونجا تظاهرات کنن، اسلحه کشی اومد وسط میدون فردوسی. غافلگیری سازمان های زیرزمینی پیشتاز وقتی دیدن گروه های مسلح جدیدی وسط معرکه میپرند و تمرین ترور رو دهشت افکنی میکنن. خمینی، اینکه خمینی اعلام کند فروش آزادانه نفت ادامه خواهد یافت و چنانچه دولت آمریکا تغییر را بپذیرد دلیلی برای دشمنی وجود ندارد، در چارچوب بدیل قدرت و جانشینی بود. از هر کس دیگری در چنان موقعیتی جز این چیز انتظار نمی رفت. و هراس از ارتش منحصر و محدود به ایشان نبود. در بازگشت از پاریس به قم رفت و دور از تیررس ماها منتظر وقایعی ماند که تقریبا همه گمان می کردند شبه آن در افق تهران دیده می شود. در این بدگمانی اتفاق نظر عمومی وجود داشت. باز شدن در اسلحه خانه ها بخشی از طرحی بود که قسمت اصلی از زیر لحاف است. محمود طالاقانی و شیخ محمد مفتح و بسیاری دیگر علنن می گفتن به وجود چنین برنامه‌ای اعتقاد دارن. هنوزم میگه باور نمی کردن، که هیچ کس باور نمی کرد که ظرف 22 ساعت این اتفاق بیفته. انقلابی که ظرف 22 ساعت اتفاق افتاد، از شعار بعد از ظهر که اعلام حکومت نظامی کرد تا 2 بعد از ظهر فردا که اعلام بیطرفی کرد، 22 ساعت. نکته سوم، بریتانیا نام یک دولت است و پایتختش چارسوق سیاست و تجارت و بسیار چیزهای دیگر، اما انگلیس مفهومی است نیمه فلسفی و انتزاعی، دیو، شیطان، مظهر هر چیز بد، از جمله سرکشی ناراضیان سیاسی در داخل. به همین سیاق میتوان گفت آمریکا با آی با کلا یک کشور است که میتوان با آن بدبستان کرد. امریکا با کسر الف، اون اولی آمریکاست، این دومی امریکاست، نامی است عام برای هر کس و هرچه نامطلوب باشد. یافتن مصادیق و تفکیک آمریکا از امریکا بستگی به اوضاع و احوال دارد. رژیم سابق در برابر این اتهام عرب‌ها که زیر جلی به اسرائیل نفت می فروشد می گفت دست به دست شدن محموله نفت خاک ربطی به دولت ایران ندارد. جمهوری اسلامی همین استدلال را تا آنجا ادامه می دهد که بگوید عقلن و شرعن موظف نیست تحقیق کند جنگ افزاری که می خرد کجا ساخته شده. اما پیشتر، یعنی اول مهر 57، خمینی در اعلامیه از پاریس سازمان های چپ
جزء در اعلامیه از پاری سازمان های چپ جز یکی را ساخته آمریکا نامید. بر این قرار پرسشی پیش می آمد. ردیابی نام شرکت اسرائیلی سازنده سلاح که روی آن حک شده دشوارتر از یافتن منشأ فرضی یا واقعی سازمان سیاسی ایرانی است. ناسازگاری اظهار نظری مربوط به یک سازمان و موقعیت خاص با شرایط بعدی به اسناد منتشر شده در آمریکا محدود نمی شود. سال 1122 خمینی نخستین و تنها متن مکتوب زندگی خویشتن کشف الاسرار را منتشر کرد، حاوی اظهار اطاعت از مقام سلطنت و مخالفت با اهل تسنن. آن رساله جهانبینی قرن 19 اصحاب دیانت را منعکس میکرد و هیچگاه تجدید چاپ نشد. متن‌های مهم دیگری حتی یک بار هم منتشر نشدند. پس از افشای کاغذهای محرمانه سفارت آمریکا در تهران، فضا پر از حدس و گمانهایی شد در این باره که نمیخواهند شرح گفتگوهای آبان تا بهمن 57 بهشتی و موسوی اردبیلی با مقام‌های آمریکایی را منتشر کنند. شهید مظلوم سخنگوی 15 خردادی‌ها بود، اما تندروترین آنها نبود، یعنی بهشتی. علی امینی در یادداشت‌های بهمن 57 می‌نویسد بهشتی به او گفت آقای خمینی بهتر است تا تدارک مقدمات به ایران برنگردد. در هر حال تعهدش جان کلام حرفی بود که آیت الله در پاریس می‌زد. چپ اگر توطئه کند، یعنی در اسرع وقت سرکوب خواهد شد. حکومت ما به شوروی گرایش نخواهد یافت. روابط حسن با آمریکا و فروش نفت به بازار آزاد ادامه خواهد یافت. اینکه گزارش‌های سفارت آمریکا از حرف‌های بهشتی را منتشر نکنند، آن اندازه عجیب نیست که در دو اظهار نظر سخت متناقض، اول اینکه کمونیست‌ها فکر بچه مسلمانان را خراب کردند، دوم سران نهضت اسلامی تأثیر ناپذیرند. خب این دوتا با هم دیگه در تناقض سخت است. اولی میگه اینا فکر بچه مسلمانان را خراب کردند، دوم میگه اصلا سران نهضت که تأثیر پذیر نیستند که. بچه مسلمان ها از بهشتی و حسن آیت خط می گرفتن. خمینی جدیدترین پیشروی را در هر جهتی تأیید و تحکیم می کرد، بیان که وارد جزئیات شود یا تکرار کند که بیشتر چه گفت. وقتی حسین علی منتظری پیشنهاد کرد با توجه به کمک کارتر در برانداختن شاه در ماجرای گروگان ها به او کمک کند، نکش را چید. استدلالش لابد این بود چیزی از کارتر نخواسته است که حالا به اون مدیون باشد. آنها که چیزی خواسته بودن خود همشون حذف شدن. اعلامیه های پشبند و پیرو و تأیید وقایع بود. نه برعکس، آیت الله حرفش را عوض نمی کرد. قدرت های خیابانی به هر طرفی می رفتند و هرچه می کردند ایشان همچنان پیشتاز بود و بیشتر می طلبید. در توصیف چنان موقعیتی می گفتن روشن فکرها از مردم عقبترن، یعنی تا بیایی بر سر اداره و وزارتخانه و موضوع مذاکره کنی، جماعت ریختن مکان مورد بحث را غارت کردن و موضوع را به آتش کشیدند و خلاص. تازه ترین نمونه را می بینیم. گزارش مقام های آمریکایی با روایت رسمی در ایران همخوانی ندارد، پس ظاهرن راهی نمیماند جز سکوت. انکار اصالت گزارشا یا حتی حمله به کسانی که آرشیو زیر رو میکنن و گزارش های سایر دستگاه های اطلاعاتی غرب همچنان در بایگانی اسرار است. کسی نمیداند فردا از آنها چه بیرون خواهد آمد، اما از بایگانی های دولت ایران چیزی بیرون نخواهد آمد. تمام نقطه این اینه که بگه که کسی نمیداند فردا از آنها چه بیرون خواهد آمد، اما از بایگانی های دولت ایران چیزی بیرون نخواهد آمد. قیل و قال درباره 28 مرداد هم بر پایه کاغذهایی است که در آمریکا علنی می شود.
بذار اینو بخونیم یه بار شاید جا بیفته. تازه ترین نمونه را میبینیم. مقام های آمریکایی، گزارش مقام های آمریکایی با روایت رسمی در ایران همخوانی ندارد. پس ظاهرا راهی نمیماند جز سکوت. انکار اصالت گزارش ها یا حتی حمله به کسانی که آرشیو زیر رو میکنند و گزارش های سایر دستگاه های اطلاعاتی غرب همچنان در بایگانی اسرار است. کسی نمیداند فردا از آنها چه بیرون خواهد آمد، اما از بایگانی های دولت ایران چیزی بیرون نخواهم آمد. قیل و قال درباره 28 مرداد هم بر پایه کاغذهایی است که در آمریکا علنی می شود. ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، به سبب دلخوری شدید از اربابان کاخ سفیدی و بیزاری از آشفتگی دم و دستگاه دولتش از بگو مگو پرهیز داشت و در 3 دهه آخر زندگی نادیده گرفته شد. شعری که در خاطراتش از حضور ماشالله قصاب و ابراهیم یزدی و بهشتی در سفارت آمریکا پس از نخستین حمله به آن در 24 بهمن 57 به دست می‌دهد خود روشنگر است. صبح همان روز به نمایندگی از سوی ایالات متحده دولت بازرگان را به رسمیت شناخته بود، اما خبر شناسایی هیچگاه از رسانه‌های ایران پخش نشد. نگاه کنید به یانکی و حاج آقا. شگفتا که انگار وقایع اتفاق نیفتاده ام بخشی از تاریخ وقایع است. اسکار وایلد گفت حقیقت خالص و ساده ندرتاً خالص است و هیچگاه ساده نیست. امام با تأکید وصیت کرد انتساب هر حرفی به ایشان باید بر پایه دستخط یا نوار صوتی تصویری رادیو تلویزیون ایران باشد، اما بین اصول اعلام شده دستخط های منتسب به ایشان در ماه های سراشیبی ارتحال، روایت رسمی داخلی، نتایج واقعی و پیامدها و نیز راپورت جواسیس ناهمخوانی هایی پدید آمده است. به تخیل چندانی نیاز نیست تا حدس بزنیم 50 سال دیگر ممکن است یکی دو جن روایت پیچ در پیچ و گیج کننده از کل واقعه و هر بخش آن وجود داشته باشد. همه هدف بی بی سی این است که بگوید که اولا فرمانده شما آمریکاست، هر تصمیمی که او بگیره اون فقط قابلیت اجرا داره، بنابراین انگلیس هم که بیخیال، بعدم آمریکا به دو بخش آمریکا و امریکا تقسیم میشه و بعد ببینی که تو در کدام یکی از این دو طایفه و قبیله قرار میگیری. بنابراین انگلیسی بریتانیا با انگلیسی فرق میکنه. اما نکته مهم داستان که گفتم این فشار بر سر این انتخابات در آمریکاست و اینکه اونجا گفتش که نمیدونم حزب دموکرات اینطوری نیست و شما نگاه میکنی میگه که توی افکار عمومی رادیوها و تلویزیونها و دست راستی همین ماجرا که در انگلستان همین الان داره اتفاق میفته، این رو انتخابات معلوم نیست که میماند یا میرود، بعد این رو تا فردا و پس فردا سب کنیم بالاخره ببینیم که چه اتفاقی میفته، میماند یا میرود به اروپا، میمونه در داخل اروپا یا از سیستم اروپا خودشو میکشه بیرون. و جهان در شرایط قفل قرار گرفته و دست راستی ها ظاهرا پیشن. اما شما وقتی که واقعا نگاه میکنی به صفحه میبینی که یه چیزی وجود داره به نام خرد جمعی، همون روحی که ازش نام بردم، همون شخصیت جامعه، همونی که بهت گفتم که میگی که مثلا فرض کن که آمریکایی یا فرانسوی یا اسرائیلی یا نمیدونم اصفهانی یا تبریزی یا آبادانی یا اون روح جامعه است، اون خرد جمعی جامعه است.
وقتی که وقایع در پاریس اتفاق افتاد، شالی عبدو و کشتار گذشته و فلان و بهمان، همه گفتن که لپن مپن میان و میبرن، خودش نشه دخترش که 100% میشه. ولی نگاه کردی دیدی که دمچ اتفاقی نیفتاد. هفته پیش در اتریش دست راستی ها، گروه های افراطی راسیستا درجه اول بودن، اما نگاه میکنی اینی که چیزی وجود داره به نام خرد جمعی، اون عکسش عمل کرد، نتیجه انتخابات چیز دیگری شد. انگلستان هم نگاه بکن ببین که خرد جمعی عاقبت چه تصمیمی خواهد گرفت. نه مردم، نه دونه دونه آدم ها، خرد جمعی، اون که آخر سر برنده بازیه، اون چی میگه؟ اون از کجا به دست میاد؟ از طریق روایت اطلاعات. برای همه اسمش گوشت بودن وزارت اطلاعات و جهانگردی، نه وزارت استخبارات و نمیدونم مچگیری و شکنجگری. نه، ما راجع به وزارت شکنجگری حرف نمیزنیم. وزارت اطلاعاتی که داریوش همایون مثلا یکی از وزرای وزارت اطلاعات بود. به تو مرتبا قالب میکنه که آقا چه نشستی که اینا اومدن و خوبه آقای ترامپ برنده بشه. یکی از من پرسید آقا تو ایرانم میگه در ایرانم میخوان ترامپ برنده بشه. میگم آره، چون فکر میکنه که مثلا با ترامپ اهل معامله است، این میتونه معامله کنه اینطوری. نه، برای اینکه میداند، او دقت کن، برای اینکه میدونه فشاری که در دولت اوباما به جمهوری اسلامی آمد که آیت الله بی بی سی رو وادار کنه محمد قائد در آیت الله بی بی سی بنویسه که آقا تصمیم رئیس جمهور آمریکا میگیره، توهین کنه به مردم ایران با این مقالهش، چنان که داستان اصلاح تعزیه هم فقط رئیس جمهور آمریکا میتونست به آخوندا بگه عقب بشینی و به ملاکا و فودالا بگه عقب بشینی، در ماجرای هسته‌ای هم دولت آمریکا، نه، این داره تحقیرت میکنه، توهین داره بهت میکنه، پوسته روش اینطوریه، توش اینطوری نیست، تو چیز دیگه ایه، فریب این پوسته ها رو نخور، فریب زرق و برقش رو نخور. دیدی وقتی یه جوش چرکی میزنه چقدر زیباست، چقدر رنگ بندی قشنگی داره، ترکیب رنگ، همینجوری رنگ روی رنگ، ولی چرکه، کثافته، ملتهب شده اون زیر، نباید گول رنگشو بخوری، نباید گول ظاهرشو بخوری. این میدونه که فشاری که اوباما به ایران آورد، هرگز جورج بوش به ایران فشار نیاورد، ولی این به این میگه چی؟ حسین بزکه، حسین نمیدونم مسلمونه، این اطلاعات غلطه که باعث اخفال خرد جمعی میشه. در حالی که واقعیت داستان اینه که فشاری که اوباما به این آورده هرگز جورج بوش نیاورد. فشاری که کلینتون به این آورد هرگز ریگان به این اون فشار نیاورد. و میدونی که فاصله بین ریگان و مرد کلینتون یه دوره 4 ساله بوش پدره، که اونم رفت سراغ دشمن ایران، رفت سراغ کی؟ رفت سراغ صدام، به چراغ داد گفت برو کویتو بگی من پشتتم، و رفت کویتو گرفت و گفت برو حالا بیرون، گفت تو من گفتی بیو تو، پس من چاهاش آتیش میزنم، گفت آره آتیش بزن، چاهای نفت آتیش زد، کثافتها رو ول کرد رو خلیج فارس، بعد جیغ زد که آی 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 آی, آی, آی خلیج فارس رو محیط زیستش آلوده کردن، چه بد کردن، امام حسین رو کشتن.
یاد اون قصه میفتم. سوسولا جمع شده بودن، گفت کربلا چی شد؟ گفت امام حسین گفت خیلی بد کاری کردن، کشتن. اونجا هم جمع شدن که بد کاری کردن. ولی شما نگاه میکنیم اینی که چی؟ فشاری که اون مرد آورد، کلینتون آورد، این میفهمه، این جمهوری اسلامی اینو بلده، اینو میفهمه. به تو میگه چی؟ میگه نه، چون این اهل تبلیغ معامله است، ما میتونیم با این معامله کنیم. زهی خیال باته. یه طرف دیگه داستان داره. طرف دیگه اینه که شما نگاه میکنیم اینی که این با حساب و کتاب، با برنامه دقیق، پلن یک داره، پلن بی داره، پلن سی داره. ولی مال ما چی بود؟ گفت تو دهه 80 CIA و فلان و اینا جمع شدن که آقا ما اینگونه میخوایم بریم اینجوری ضربه بزنیم به جمهوری اسلامی. طرف پرسیدش که اگه نشد بعد چجوری در ریم؟ و بابا اینم که مثل اون یکی همش فکر، مثل باباش فکر فراره، اینم این کاره نیست، جمع کردن رفتن. پلن بیش در رفتن بود، پلن بیش رسیدن به هدف نبود. چون پلن یک میذاریم از این راه میریم، پلن بی میذاریم اگه از اون را نشد از این را میریم، پلن سی میذاریم از این، هدف رو تغییر نمیدیم. میریم اگه نشد چجوری دریم؟ این خود نمیخواد به هدف نمیخواد بره که، این بخواد دره. با این نمیشه، با این پلن، به این پلن نمیگه. او با پلن میاد جلو، میشونشون سر میز. مسعود بهنود یه شخصیت بزرگی، روزنامه‌نگار کبیر ایرانه بابا، یارو صداش صدای جادوییه، سحر کننده است صدای مسعود بهنود. هزار تا خاطره تو صداش پیچیده. تون صدای مسعود بهنود بعد از ظهر نمیدونم تهران سالهای 51 و 2 رو به یادت میندازه. تو ترافیک نیستی و صدای مسعود بهنود اون حرم گرمای تابستان و ترافیک شکننده و خورد کننده اعصاب، صدای مسعود بهنود تلطیفش میکنه. یه همچی شخصیتیه بابا. میاد میشینه میگه چی؟ میگه بله، در ایران سرداران عارف زیاد داشتیم. مرداویچ سردار عارف. راست میگه، تمام آل بوی و آل زیار اینا سرداران عارف بودن. اینا بر علیه خلیفه، بر علیه آخون قیام کرده بودن. ولی چی بودن؟ درویش بودن، عارف مسلک بودن. خدا رو قبول داشتن، قرآن هم قبول داشتن، همه رو قبول داشتن، آخون رو قبول نداشتن. دعوای صوفی و با اون یکی تشرع سر همینه دیگه، اصلا دعوای سر اینه. میشه سردار عارف. بعد میگه چی؟ میگه در ایران سرداران عارف، تاریخ ایران مملو از سرداران عارف است. این ظریف رو داریم در اون و آقای نادر سلیمانی، قاسم سلیمانی داریم در این و. پوچ میزنه تو مغزت، چپ و راست عکس سلیمانی میذاره رو صفحه. سلیمانی رفت، سلیمانی اومد، سلیمانی نشست، سلیمانی گزید، سلیمانی بلند شد، نماز خوند، دست وضو گرفت، وضوش باطل شد. همینجور میگه از همه ابزارش استفاده میکنه. اهله اومده امیر عبداللهیان بیرون کردن از اونجا، حالا این اومده نامه نوشته که ما میریم بر علیه. نه آقا اینجوری نیستش، امیر عبداللهیان بیرون کردن، این اومده نامه نوشته.
خیلی عمیق‌تر از این هست. یه جامعه شما داری، جامعه ناامید، جامعه خسته است، خسته خسته، زخم خورده تاریخه، هنوز اون مرهم نیافته، تیغ از سمت دیگه به صورتش میخوره، زجه مادر، داغ پدر، یه ضربه دیگه بهش میزنه. نگاه کن، گفتم بهت که رشوه در دوره یارو خاتمی امر رایج شد، امر عادی شد، کاری نداره، چی اینقدر چیزه، اصلا خودشون دیگه میدونن، میومد تو خارجم تو فرنگم برای اون تعریف، خودشون اصلا میری در کششو با هم کنه، میگه نه آقا کمه این. میکوبید با پتک بر یه نقطه با یه ضرب آهنگ، بوم بوم بوم، اینجوریه. آره دیگه، میری دروام کنی، میری از کجا شروع شو؟ وقتی که رفسنجانی شد رئیس مملکت، گو پاسپورت بده بهش بیاد تو، اینه چرا اونجا نگهدش، این بمبه منفجر میشه میزنه بابا اونو در میاره، بذار برگرده، این کاری نکرده، بذار بیاد، پول میاره برای اون، بعدم سفیر اون میشه، میره تعریف اونو میکنه، نمیذاره اون دیگری بره تو تظاهرات، میگه بابا پشو بیا، همسایه‌مون یه عمه خانوم داره، اون عمه خانوم پیه، بعد یه آقا رضا هم، این چیزا برات میگه، میخواد بره، اون وقت نمیتونه بیاد تظاهرات، و بیاد تظاهرات شما، اون وقت اون آقا رضا که اون عمه خانومه و اینا، اونا اینا، اونا اونا، نریم تظاهرات. وگرنه شما دیدی که اول 80 تظاهرات 5,000 نفر 10,000 نفر آدم میومدن. میان در 88 6-7 سال پیش نشون داد که همون مردمن، مگه نیومدن تو خیابون؟ مگه تو پاریس از اینجا تا اونجا سبز بلند نکرد رو هوا؟ مگه تو برلین اون شمع رو نچید رو زمین؟ مگه تو استکهلم و کوپنهاگ و لندن نکرد؟ آدم ها هستن، همونان میان میخوان، مخالف نظامن. بهش گفت نه پاسپورت بده، رفیق من به من گفت، آدم ساده ای بود، هم شعره هست که گفت من رفیقی دارم مرد خوش برخوردیست، گچ فروشی دارد ته شهر، یعنی چه آدم ساده ای، مرد خوش برخوردیست، گچ فروشی دارد ته شهر. این مردی بودش که تاکسی میرون در شاهین شهر اصفهان، همه شاهین شهر چقدر بوده که تاکسی چقدر باشه، این رفت ایران، پا همون جریان پاس گرفت و بعدی پاس میدم بریم ایران، رفت اومد خیلی آسونه. گفتم چی آسونه؟ گفت آقا صف من یه دونه 100 کرونی، اون موقع مثلا 100 کرون شاید میشه توده مثلا چه میدونم کمتر از 20 دلار، گذاشتم لای چی؟ او خیلی کمتر از 20 دلار، 15 دلار، یه 100 کرونی خلاصه، 100 کرونی سوئدی، گذاشتم لای پاسپورتم، دادم به باجه پلیس دم مرز، یه سرنگ سه قبه پای باس بودن و پورا بکن با سکر آتی آقا دویدم پاسبان ها چمدونتون کجاست؟ آقا بفهمیم همه رو پس پیش کردن با یه صد کرونی، گفت توی مملکتی که لب مرزش با صد کرون بشه رفت تو، میشه همه چی تو مملکت وارد کرد، از اونجا شروع شد.
از اونجایی که پاسپورت داد، از اونجایی که میشد یه صدگانی بذاری لای پاسپورتت بدی به مرزبان سرهنگ سقپه. بعد اومد جلو روشنودی خودشون میدونن بهت میگن، اصلا آقا علنم بهت میگن، میگه آقا اینقدر خرجش، پلیس تو خیابون میگیرته میگه آقا جریمهش میشه مثلا چه میدونم 1000 تومن، تو چقدر میدی مثلا، معامله میکنه سر برق جریمه. رقماشون نمیدونم، نمیخوام الکی بفهم نگی نه آقا 1000 تومن که جریمه نیست، نه الکی گفت هرچی، میگه بیا معامله کنیم سر این برگ جریمه، معامله باید معامله میکنه. و اصلا خودش بهت میگه چقدر، تو نگران نباش، تو رفتی اونجا خودش یارو بهت میگه چقدر میگیره که کارتو راه بندازی. وارد دوره چی شدیم؟ دوره خاتمی. رسیدیم به دوره احمدی نژاد، تو چشت نگاه میکنه دروغ بهت میگه، دروغ امر جاریه ساریه، اختلاس شرکت کیسون، دایی فرخ نگهدار، پسر فرخ نگهدار، زن فرخ نگهدار، خودش همه اینا جزئی از مدیر این مسکن مهرن که پیروز این افشین داشت داستانش تو اپوزیسیش تعریف میکرد که بی حاصل پولا رو خوردن و بردن و هیچی، دروغ گفتن، دروغ دروغ امر جاریش. دوره این یکی شیخ پسرکش، قاتل پسر، خوشحالیم که گفتیم روز اول، اگه گفتن آقا یعنی چی قاتل پسر، حالا دیگه همه میگن که قاتل پسر دیگه، حالا امر جاری همه میگن. خوشحالیم که تلویزیون میهن در حقیقت در یه مسیری است که اینا رو میبینه و میتونه تعریف کنه برای شما و شخصیت هایی که در این تلویزیون حضور دارن، براتون بهترینشو میگن. رسیدیم به ارقام نجومی، مردم تو خیابون میگه چی؟ میگه اون میگه آقا کروات قشنگی، از آقای امینی هم باید تشکر کنم بابت بزرگواری که این شخصیت بزرگ به ما لطفی داره و هم حمایت مالی میکنه ما رو، هم گاهن کروات برام میگه. نه دست درد نکنه آقای امینی، ازت سپاسگزارم، این دیپلمات خوشبوش ما سلیقش پیداست، وقتی که نوریزاده ازش تعریف میکرد به حق تعریف میکرد که این یکی از خوشبوش در این دیپلمات های ما بوده و هست، هنوزم هست، ولی دیپلمات نیست. ازش ممنونم. عرضم به حضور شما که خودش داره میگه، میگه پیش از برجام یه عده سود میبردن، پس از برجام شما داری سود میبری. مردمی مثلا میگن پس چی شد؟ میگه نه دیگه، ببین دلار رو همجوری 3300 تومن و 47 تومن نگه داشته. و تابلو میزنه میگه اینجا سوریه نیست، اینجا نمیم فلوجه نیست، اینجا سدل است. مردم نگاه میکنم اینه فق فلاکه، نان نداره، آب گیرش نمیاد. خوگار نجومیه. بعد میگه چی؟ میگه یک دلاوچی سردار عارف داریم. در تاریخ ایران سردار عارف زیاد بوده، حالا ما دوتا داریم، در یک طرفش ظریف است که اون هم چی میگه؟ راجب ظریف هم یه
تیکه ای داره، نمیدونم چه چیه، از یه شخصیتی رو منتسب میکنه به اون، بیسمارک. بعد این یکی میگه عارف، سردار عارف، بر بکشیم اینو، انتخابات نزدیک دیگه. اون میگه اگه نیاری نمیدونم من میکنم، من فلان میشه. اون یکی میگه اینجور میشه، اون یکی میگه اونجور میشه. هر کمیشون یه داستانی رو برات چاق کردن. ولی اون چیزی که مهمه اطلاعاته، اون چیزی که ما نداریم در اونجا میبینی هست، که اون خرد جمعی پس میزنه نمیپذیره، از طریق اطلاعات صورت میگیره. اینجا به تو میگه چی؟ نه آقا، اگه ترامپ بیاد میزنیم میبره، همه جمهوری اسلامی رو میبره. چرا جمهوری اسلامی میخواد ترامپ بیاد سر کار؟ کارشناسی میگه این نه، این به خاطر اینکه نه بیزنسمنه، همش اهل معامله است. اونم میگه خب بیا با من معامله کنیم، معامله. نه آقا، اینجوری نیستش که. تاریخش نشون داده که اونوریه فشاری که اوباما به جمهوری اسلامی آورد دوره بوش نبود، فشاری که کلینتون به جمهوری اسلامی آورد در دوره بوش ریگان نبود. وقتی کلینتون رفت بوش به پسر آمد، فضا رو برای جمهوری اسلامی باز کرد، درها بهشت رو برش گشود، کلید گوشتن تو سینی طلا بردن بهش دادن. اینا رو میفهمه، چون میدونه، چون اون مطالعه میکنه. تکنوکرات ها، اونایی که تو مرزهای غربی درس خوندن، تحت قالب این که میخوام برم به میهنم خدمت کنم، میره به اهریمن خدمت میکنه. همین خانم هوتفر و امثال هم که اینجا ما دل میسوزنی براشون، یا گرفتن بردن، چاره شد، رفته بودم اونجا خدمت به اهریمن کنه. اهریمن اعتبار نداره که. حبیب رو ندیدی؟ اون یکی رو ندیدی؟ اون یکی رو ندیدی؟ خب من خردادیان رو ندید حبیب؟ چرا این اتفاق میفته؟ همین داستانایی که الان هم اون یکی اینا قرق کرده اینجا رفته، اون یکی هم آقای فلانو بیار اینا اینجا، از این حرفای بی خودکی. ببین یه چیزی برات میگم، با همین میرم، از خدمتت مرخص میشم. اون دوره 50 سالای 50 یاد باشه، مثلا ما تالار رودکی داشتیم، تئاتر شهر داشتیم، درسته؟ همزمان با اون کاباره میامی و باکارا و شکوفه نار هم داشتیم، درسته؟ همزمان با اون کافه لاله‌زار و اینا هم داشتیم، سازن ضربی بهش می گفت. پری زنگنه هیچ وقت تو کافه کریستال و نمیدونم کافه سوسن که نمیرفت، تو کافه سازن ضربی ها که نمیرفت اونجا برای تو بخونه که. میرفت اونجا میخون؟ نه. ابی و شهرام و فلان که نمیرفتن اونجا بخونن که، اونا میرفتن تو باکارا و کوچینی و اینا میخوندن. پری زنگنه میرفت تالار رودکی براتو میخوند. معوش و پریوش و یساری و پر... اینا میرفتن تو سازن ضربی میخوند. مانده نیشکر خوزستان، آقاسی کجا میخوندن؟ تو لالزا. طبقاتشون مشخص، مخاطبشون مشخص. وقتی اومدیم به این هیاهو و خاک به پاشو، شما نگاه میکنم که میگه کنسرت میذاره،
پری زنگنه همراه با سوزان روشن. ست کریم. همه با هم، همه با هم خمینی. تو عرصه سیاسیش هم همین اتفاق افتاد اون وقت. یارو یه انجمن داره به نام انجمن پژوهشگران، از سال 2001 انجمنه رو مثلا داره. خب میریم میپرسیم آقا انجمن معنی و لغت انجمن یعنی چی؟ یعنی یه جمعی هستن دیگه. خب میپرسیم چند نفرین شما از 2001 تا حالا که اینو میبوق میکنی بوق میکنی چند نفر؟ یه نفری. خب ببین اون شورای ملی مقاومتی که اون بزرگا روز اول درست کردن، از همینجا دعوا شروع شد. گفت تو چند نفری؟ مسئول اجرایی گفت من اینقدر نفر دارم. بر اساس همون اون همه رو بیرون کرد، بی احترامی کرد، توهین کرد به قاسملو. نفرش رو حساب میکرد دیگه. آخه علکی، همش علکی، همش بی خودکی. تو سیاست هم همین شده، همه با هم. پری زنگنه و سید کریم و هایده و ستار و دیزی ساکسون همه با هم هم. مانکن، مانکن چی چی؟ ساسی مانکن، همه با هم، همه با هم، همه با هم. همین گندی میشه که داری میبینی. فقر، فساد، فحشا. تأثیرات جنگ است. فقر، فساد، فحشا. میگه بگی جلوشو. میگه جلو کی رو بگیرم؟ میگه رقم دور نجومی میلیونی داره. میگه خب داره، اب نداره که، چیکار کنم؟ شما میخوردین؟ حالا اینکه رو لیست حقوق میخوره چه اشکال داره؟ پس میبینی که اینا پیوسته و وابسته بی بی سی، آیت الله، اون یکی با هم کار میکنه. ما یه ملتین پاتیم به قول فرنگی ها، یه آش شلقلم کاریم، همه با همیم. تا این تفکیک نشه، معلوم نشه، مشخص نشه، هیچ اتفاقی برات نخواهد افتاد. همین ایست که میبینی، در به همین پاشته میچرخد که میبینی. امیدوارم که توانسته باشم پیام خودم رو به قول دکتر ودیعی به گوش شما رسونده باشم. به حال از اینکه ما رو همراهی میکنی ازت ممنون، از اینکه تلویزیون رو به دیگران معرفی میکنی ازت ممنون. ولی داشتم با همین آقای خراسانی صحبت میکردم، گفتم تو اینقدر به این یارو تلویزیون یارو گیر میدی، فلان میدی، خود تو نگاه کن ببین مردم، ما داریم میگیم آقا این یارو کلاهبرداری میکنه، این رفته جریمه شده. نمیشه که یکی جریمه بشه یکی دیگه جاش بره جریمه رو بده. مردم من دارم میکنم زندان به خاطر جرمی که مرتکب شدن، مردم شما بیاین جای من برین زندان. این که نمیشه که. شما با خانم دخی عبدی دعوا کردی، دخی عبدی شکایت کرده، قاضی دختر خاله پسر خاله دخی عبدی نبوده، دخی عبدی هم همچی چیزی نداره، ولی دلیلی داشته، محکمه پسندیده، قبول کرده، جریمه کرده. حالا میگه جریمه شما مردم رو بدی. گفتم اینا رو میفهمم، اما مردم دارن بهش کمک میکنن نمیکنن؟ 77,000 دلار رو مردم برای جمع نکردن بهش ندادن؟ آقا ما چی؟ پر لابدون درسته، ما غلطیم دیگه. چون میتونه بره 77,000 دلار، 150,000 دلار باعث جریمه ای که شده مردم به جاری میرسانن.
اونو باور کرده، منو باور نمیکنه. افشین نریمان که این برنامه اپوزیت درست کرده، تجربه کرده، چون از اول با هم بودن اینا دیگه، از اون پارازیتی که شروع کردن با هم بودن، اینا تو همون تیم بودن، با تیم پارازیت بود افشین، بعد شد آنتن، اون حسینی رو بیرون کردن، اون یکی درست کردن شد آنتن، این رفت دوباره با سامان اربابی و اینا رفتن آنتن، بعد اونا کانترکشون تموم شد، اینا رو هم بیرون کردن، این اومده رفته برای خودش درست کرده به نام آپوزی. میگه آقا 1000 تا آدم جمع شین، سالی 100 دلار، یعنی ماهش میشه 8 دلار. یعنی یه پاکت سیگار بخوای بخری بیش از 8 دلار تو نیویورک با پول بدی. تو اینجا نزدیک 7 دلار باید بدی یه پاکت سیگار بخری. میگه ماه 8 دلار، سالش میشه 100 دلار، 1000 نفر پیدا بشی 100 دلار بدیم میشه 100000 دلار. امروز میگفتش که بله 150 نفر پیدا شدن و 10000 دلار تا حالا ما جمع کردیم، از اون خانم که 10 دلار داده خیلی ممنونیم. خب باید کمکش کنی، بعد اگه برنامه رو نگاه میکنی باید بچسبی. چطوری اون یارو میتونه، این نمیتونه، در حالی که این یه چیزی رو برای تو معرفی میکنه، اون یکی هیچی بهت معرفی نمیکنه، اون چیزی نداره بده، اون میگه بریم دنبال ترامپ، اصلا نمیفهمه که ترامپ و امثال ترامپ دست راستی ها عاشق دست راستی ها هستن. جمهوری اسلامی حکومت دست راستی افراطیه. بابا در آورده که آقای خاتمی هم سید محمدشون هم اینم گفت بری یارو گیه رو بکشید، خدمت کردی بهش، کمتر گناه کرده. اینا هست برای من، همه اینا رو فرستادن. چه باید کرد؟ گفتم آقای خراسانی اونو قبول کرده، ما رو قبول نکرده، ما رو نپذیرفت، فقط برای ما کف زد. آقای صادق از کانادا برای من نوشته که من نمیدونم 16 ساله از تو رنگارنگ همجوری با تو هستم، همراهت هستم، تو فلان و بهمانی، همین. گفته که گفت تاج رفت روی صحنه، خواننده شهیری بود تاج اصفهانی، صدای بی نظیری داشت، گفت رفت روی صحنه دست کرد تو جیبای شلوارش و گفت فقط مردم بر من کف زدن و جیبای من پر کف است. آقای گفت جیبای من پر کف است، جیباشو درآورد و مردم فقط برام کف زدن، جیبای ما پر کفه. ولی اون یارو به تو میگه برو ترامپ رو رای بده، اون یارو یه پسرانم از اونجا میاره مرد هستن خودم. آقای حمزه پور بابا خجالتم خوب چیزیه بابا پسر، ما هم دیگر رو میشناسیم به عنوان همشهری سابق، درست نیست آقای شما، یه ذره فهمی شعوری. من میگه چرا اون سرکار میمانه؟ برای اینکه هما اوتفران مثل اینا میرن بهش خدمت میکنه، این یکی اینجا بهش خدمت میکنه، خیال میکنه اگه ترامپ بیاد اونو میندازه و ترامپ الان پول میاره، میگه پول میاره میده به تلویزیون ها. ترامپ یکی از موفقیتاش در این کاری بوده، میگه من تا حالا دینار خرج نکردم، همچی مجانی بوده. رئیس کمپین انتخاباتیشو اخراج کرد پیروز،
ببین وظیفه‌ش رو درست هم یارو مجانی تا اینجا آوردش ها، یعنی تمام گفتش که چین باید بده، فاکس بهش گفت چقدر بده بیا اینجا حرف نه، گفت چقدر میدی که من بیام اونجا حرف بزنم، من بیام حرف بزنم ریتینگ تلویزیونت میره بالا، میتونی آگهی بهتر توش بفروشی، چقدر میدی من بیام حرف بزنم، چقدر میدم بیام حرف بزنم. همه چی برعکس، همه چی در هم و بر هم است. لاگر کیویست شاعر سوئدی گفت دیگه، گفت میان دو ملت جنگی برپا بود، خیلی شعر زیباییه. و به هر حال اینا برای خودشون هر کدومشون چیزای شهدای خودشون رو درست کرده بودن، مناره و مقبره و فلان اینا، میدان شهدا و از این چیزا درست کردن و هر جمعه میرفتن نماز جمعه جنازه های شهدا رو می‌بردن تو اطراگین میکردن شهر و کاشت جنازه ها در وسط دانشگاه و فلان. و یه وقت تو شهر هم همه شد، در گوشه هم مردم پش پش میکردن، پش 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 پش، گفت چیه؟ گفت یه خبرایی. گفت چی شده؟ گفت آقا شبا تو قبرستونا این جنازه ها در میان از تو قبرستون میرن تو قبرستون دشمن و اونجا با همدیگه حرف میزنن، بده بستون میکنن، ایستایی میگیرن، ایستایی میدن، با هم میخندن فلان اینا. گفتم آقا اگه میشه ما برای اینا این همه شهدا درست کردیم، یادبود شهدا، میدون شهدا، اطراگین شهدا، همه چی درست کردیم، پس این چیه اینا؟ گفت بریم به پایین ببین اینا چی کار میکنن در دو شهر، در هر دو ملت، در میان دو ملت جنگی عظیم برپا. دو ملت رفتن کشید گذاشتن اینا جلوشونو گرفتن. گفت کجا میری؟ گفت شما میرم اونور. گفت برای چی؟ من نمیریم و برای شما این همه خیلی شعر زیباست، خیلی شعر زیباییه. به لاگر کیویست سوئدی گفت. گفت اگه نمیریم و برای شما چقدر احترام قائلیم، بنیاد شهید درست کردیم، خانوادتون میبریم بنیاد شهید، پس شما چرا میری اونوری؟ گفت نه اونا خود درسته، ولی خب اینجا همه چی در هم بر همه، اون دست اون عوضی اومده جای پای من، پای من رفته جای کله اون، ما داریم میریم اینا رو عوض بدل میکنیم که درست بشه، اینجا همه چی در هم و بر هم است. یعنی دو ملت جنگ عظیم برپا، همه چی در هم و بر هم است. امیدوارم که توانسته باشم بالاخره بگم آقا ما نیازمند کمک مالی هستیم به هر زبانی، کف بزنی هورا بکشی کمک من نمیکنه. من احتیاج دارم که این سیستما رو مرتب باید تغییر بدیم، مرتب باید آپدیت بکنیم، مرتب باید دستگاه بخری. هر روز اینا سرعتشون زیادتر از حد مالی ماست، هر روز اینا تغییر میکنن. ما به همین دلیل اول تلویزیون بودیم که روی تلفن اومدیم، روی اسمارت فون اومدیم، روی آیپد و آیفون اومدیم، هنوز اینا هیچ کدوم نیومده بودن، هنوز اینا نیاز به اپلیکیشن داره، ما اپلیکیشن نمیخوایم، میزنی میان تیوی تقی میاد بالا، دلت بخواد اونو بکن آیکونش بذار رو صفحه اصلی، اپلیکیشن نمیخواد خودش رو بذار. آسان ترین رو انتخاب کردیم برات، اینا رو بابتش خرج میکنیم، بابتش پول میدیم، مجانی که صورت نمیگیری که. به حال اگه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده سوال لطف کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سوالین بفرستید. برای این کار به فیسبوک ما بیاید، یه لایکی بزنید، عضو فن پیج ما بشوید، روی ویدیوهای ما سابسکرایب بزنید، این کلید سابسکرایب رو بزن، نترس، وحشت نکن، بذار بچرخه، بذار بگرده،
بذار اطلاعات مبادله بشه. فایل های صوتی ما رو علی خصوص که به درد ایران و ترکیه و کشورهای عقب افتاده میخوره بفرستید. اونا رو نمیتونن باش کاری بکنن، اونا حجمش کمه، اونا با یه اینترنت پتپتی فانوسی هم میتونی بگیریش، لازم نیست حتما پرقدرت و پرسرعت باشه. معرفی کنید، دعوت کنید از دوستانتون، اگر خودت میتوانی اگر کسی را میشناسی ازش دعوت کن بیاد اینجا حرف بزنه، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم، اما حرف داشته باشه. موضوعی بگی که نشینده باشیم. باز هم ازت ممنون. از برای دیدن خبرها، ویدیوهای مرتبط به مردمریپورت.net مراجعه کنید. آخرین خبرها، ویدیوها، لینک ها رو کاوه نازنین در یه جا در مردمریپورت.net دور هم جمع کرده. دعوت میکنم که اون رو با هم ببینیم و به حال وارد مردم ریپورت بشوید. اینم سایت مردم ریپورت. و اگه برات مشکله رو همون آخرین اخبار که کلیک بکنی یا روی وبسایت ما که هست اون بالا بغل فیسبوک و یوتیوب لوگوی مردم ریپورت هست، اونجا که بزنی وارد صفحه مردم ریپورت دات نت میشوی. روی یوتیوب ما اون بخش سابسکرایب رو فراموش نکنید، اشتراک شد، مشترک شدن رو فراموش نکن، مشترک بشید، ویدیوها براتون به سرعت میرسه به دستتون، احتیاج نیست دیگه کاری انجام بدی، یه دکمه میزنی این دیگه اتوماتیک برای شما آبونمان میشی در حقیقت. بازم ممنونم، به امید فردایی بهتر و روشنتر مثل همیشه آرزو میکنم، روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبان و نازنینم، ممنونم ازتون.